أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان خطبه امروزی ما در رابطه با عوامل قوت در میان مسلمانان است. به این معنا که یک تعداد از انسانها و ممکن یک تعداد از مسلمانان به این عقیده باشند که عوامل قوت در مادیات است، یک تعداد به این عقیده شاید باشند که عوامل قوت در پول و پیسه و عمله و فعله و دیگر امکانات دنیوی هست. ولی بیاین از دیدگاه دین مقدس اسلام، از دیدگاه سنت نبوی صلی الله علیه و سلم، از دیدگاه شریعت اسلامی این قضیه را به بحث و بررسی بگیریم که عوامل قوت مسلمانان در چیست و یک مسلمان چه وقت به چه چیزی باید افتخار بکنه و یک مسلمان چی وقت می تواند که اونمو مکانت و جایگاه و مقام خود را حفظ نگه بکند. در این مورد الله سبحانه و تعالی با رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب می فرماید: فاستمسك بالذي اوحي اليك، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واي امه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اگر می خواهید که الله تعالی شما را قوی داشته باشد، اگر می خواهید که الله تعالی شما را با عظمت داشته باشد، اگر می خواهید که الله تعالی شأن شما را، شوکت شما را عالی و بلند داشته باشد، چه کار بکو؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک، تو تمسک بکن، تو عمل بکن، تو عامل باش با آنچه که به سوی تو نازل گردیده است. یعنی با قرآن عظیم الشان عامل باش. قرآن عظیم الشان را دستور العمل زندگی شبانه روزی خود قرار بده. قرآن عظیم الشان را در عرصه زندگی فردی، زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی و زندگی خانوادگی برای خود دستور و برای خود قانون قرار بده. باز اینجاست که بعدا الله سبحانه و تعالی می فرمایم:
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قرآن عظيم شان ويا تمسك بقرآن عظيم شان عمل كردن بشريعت إسلامي لذكر لك. در این مورد مفسرین عظام می فرمایند لذکر لک ای سبب ذکر خیر تو هست. به این معنا اگر ما به قرآن عظیم و شان عمل بکنیم، الله سبحانه و تعالی ذکر خیر ما و خودت در میان فرشته ها می کند. اگر ما با قرآن عظیم و شان عمل نماییم، فرشته ها ذکر خیر ما و خودت در میان خود انجام می دهند. اگر ما با قرآن عظیم و شان عمل نماییم، بنده های نیک الله ذکر خیر ما و خودت در مجالس و در محافل در خانواده ها انجام می دهد. اگر ما این را ندیده باشیم که الله تعالی چطور ذکر خیر یک مسلمان می کنه، اگر ما این را نشنیده باشیم که فرشته ها چطور ذکر خیر یک مسلمان می کنه، اما این را عملا دیده ایم و عملا شنیده ایم که کسانی که مستمسک به قرآن عظیم و شان بودند، کسانی که عامل به قرآن عظیم و شان بودند، در مجالس و محافل مسلمانان نیکو، در مجالس و محافل مصلحین ذکر خیر او انسان و ذکر خیر او بنده الله صورت گرفته است و این خودش دلیل واضح بر این است که بله، هر کسی که خالص به خاطر رضای الله به قرآن عظیم و شان عمل میکنه، ای سبب ذکر خیرش در میان مخلوق، در میان فرشته ها و در نزد الله سبحانه و تعالی میشود. به همین گونه معنای دیگر و انه لذکر لک، مفسرین عظام می فرمایند و انه قرآن عظیم شان و یا تمسک به قرآن عظیم شان لذکر لک، ذکر در اینجا شان علو قدر مقام و منزلت است، لک برای تو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم و لقومک و برای اتباع تو و لقومک برای امت تو. به همین گونه ایمان از جمله عوامل قوت در میان مسلمانان است. اگر یک انسان ایمان داشته باشد، اگر یک انسان مؤمن باشد، قوی هست ولو که هیچ اسلحه نداشته باشد، ولو که هیچ خانه نداشته باشد، ولو که هیچ پول و مادیات نداشته باشد، باز هم اگر ایمان داشته باشد، ای در نزد الله و در نزد مخلوق مصلح الله دارای قدر و منزلت و عظمت و مقام است. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 139 می فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ای مردم، گرچه خطاب در اینجا به صحابه و مجاهدینی هست که در غزوه بدر اشتراک کرده بودند، گرچه در اینجا خطاب به صحابه کرام است، اما بارها این صحبت علما برای شما کرده است که در هر قضیه‌ای که شأن نزول خاص داره حکمش عام است. اگر الله سبحانه و تعالی خطاب به زنان صحابه، خطاب به امهات المؤمنین می فرماید که وقرن فی بیوتکن
ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى. حکم از عام است، امروز هم زن مسلمان نباید بی پرده و بی حجاب در پارک ها و سرک ها و مارکت ها چکر بزنه. امروز هم یک زن مسلمان اگر از خانه به اساس ضرورت می برای حجاب اسلامی را مراعات بکنه و مثل دور جاهلیت خود برهنه و خود به حجاب نسازه، مثل که امروز یک تعداد زنا و خواهرها را متاسفانه می بینیم، آشکار شدن اعضای یک خانم، با عباره دیگر پوشیدن لباس تنگ و ضیق، ای خودش لباس دور جاهلیت است که الله از این منع کرده است. ظاهر شدن موی یک خانم در مقابل اجانب رسم جاهلیت است. آشکار شدن گوش و گردن یک خانم رسم جاهلیت است. همچنان پوشیدن لباس نازک رسم جاهلیت است که با این لباس نباید یک خانم از خانه خود بیرون شود. و امر الله است که وقرن فی بیوت کن. در اینجا هم الله سبحانه و تعالی خطاب به صحابه کرام ولی ما و خودتم میگه ولا تهنو، ای مسلمان سست و ضعیف و ذلیل نباش، ولا تحزنو و غمگین مباش، ای مسلمان و انتم الاعلون، شما عالی هستین، شما بزرگ هستین، شما کامیاب هستین. ولی مشروط به شی، او شی چی است؟ ان کنتم مؤمنین، اگر شما هستین مؤمن. پس ایمان سبب قوت مسلمانان است، عمل با قرآن عظیم و شان سبب قوت مسلمانان است، تمسک به شریعت اسلامی سبب قوت مسلمانان هست. علما می فرمایند مسلمان در صورتی که مسلمان واقعی باشد و مؤمن در صورتی که مؤمن واقعی باشد، ای چرا خود ضعیف فکر بکنم؟ وقتی که تو دینت حق است، پیغمبرت به حق است، عقیده درست است، دین درست است، پس در اینجا تو افتخار به ای بکنی که من مسلمان هستم. تو افتخاراتت از امو روز آغاز می شود که تو به دین مقدس اسلام گرویدی. افتخارات تو از امو روز آغاز می شود که اطلاق نام مؤمن و مسلمان بالای تو شد. یک تعداد دوستا را دیده باشین در بعض رسانه ها، ما افتخارات 5000 و 4000 ساله داریم. نخیر، افتخارات ما در افغانستان از زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه آغاز گردیده است، که در زمان خلافت حضرت عثمان صحابه کرام آمدند، در اینجا خون خود را ریختاندند، در اینجا قربانی دادند. ببینین یک نماز در مکه مکرمه معادل 100000 نماز، یک نماز در مدینه منوره معادل 1000 نماز. آرامش، اطمینان، زن، فرزند، عیال، اما همه و همه را ترک میکنند و میآیند به افغانستان و دین مقدس اسلام برای من و خودت عرضه میکنند و بالاخره شهید میشوند. افتخارات افغانستان از انمو روز است. قبل از او چی است؟ بت پرستی. قبل از او چی است؟ بت بامیان عبادت کردن. قبل از او چی است؟ آتش پرستی. قبل از او چی است؟ آفتاب پرستی. کجای از این افتخار است؟ ای عار از برای ما، ای شرم از برای ما. و ما تا حد ممکن کوشش بکنیم که در جاهایی که کسی
از این تاریخ ننگین خبر نباشه، نباید اونا را خبر بسازیم. ما مسلمان هستیم، بس افتخارات ما از زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه آغاز می‌گردد و ما به اسلام خود افتخار نماییم، ما به قرآن خود افتخار نماییم و ما به دین و شریعت و پیغمبر خود افتخار نماییم و با داشتن ایمان و با داشتن قرآن و با داشتن دین و شریعت محمدی ان شاء الله که ما عالی هستیم، ما بلند هستیم و ما کامیاب هستیم. ولو اگر امکانات مادی نداشته باشیم، باز هم کامیابی از آن ما و شما هست. در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیغمبری مبعوث شد، شما ببینین امروزم در جهان غرب همین نظام است. در جهان غرب حتی ممکن در بعض کشورهای اسلامی اهلیت، علم، درایت، بالاخره کفایت مد نظر نیست، پول مد نظر است. شما ببینین در آمریکا کسی که خوب پولدار است امو کاندید می شود، کسی که خوب تاجر است ولو اگر یک دیوانه احمق هم باشه اما مردم تابع او نمو هست. این رسم از دوران جاهلیت و قبل از اسلام به اینا مانده است. الله سبحانه و تعالی زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیغمبری مبعوث کرد، قریشی ها، مشرکین، مادی پرستا، کسانی که عزت را در قصر و در بنگله ها و در مادیات می دیدن، چی می گفتن؟ این قرآن عظیم و شان چرا بالای دو شخص مالداری که یکی در طایف بود و دیگر هم در مکه مکرمه، بالای اونها چرا نازل نشد؟ که یکی هم ولید بن مغیره بود و دیگر هم ابو جهل بود، زیرا اینا پولدار بودن، اینا از لحاظ مادیات اقتصاد خیلی قوی داشتن. پس می گفتن رسول صلی الله علیه و سلم غریب است، رسول صلی الله علیه و سلم امکانات مادی نداره، پس چرا اونها پیغمبر نشدن؟ اما الله سبحانه و تعالی منطقی جواب کرد که پیغمبری، ریاست، قدرت و بالاخره سیادت و زعامت و رهبری یک امت ای با مال و مادیات ارتباط نداره، ای با کفایت و درایت و علم و تقوا ارتباط داره. اما امروز متاسفانه در عالم بشریت حتی در جوامع اسلامی مشاهده می شود که به مادیات دور از ما و شما زیاد توجه می شود، ولی علم و کفایت و درایت و دانش متاسفانه پشت سر گذاشته می شود. پس در این مورد چند مثال را ما داریم که از دیدگاه دین مقدس اسلام، تقوا، عمل، اسلام و ایمان در نزد الله ارزش دارد. مسلمان قوی کسی است که ایمان قوی داشته باشد. مؤمن قوی کسی است که ایمان قوی داشته باشد. شما ببینین زمانی که حضرت عبدالله ام ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید و میگه که یا رسول صلی الله علیه و سلم، من می خواهم که از تو چیز بشنوم. عبدالله ابن ام مکتوم از جمله فقیرترین صحابه کرام بود، حتی غیر از اونمو یک لنگ و یک چادرش هیچ چیز دیگری نداشت. به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید، ولی چیزی که داره و او سرمایه با ارزش که در نزدش است، ایمان و تقوا و عمل صالحش است.
میگه کجاست رسول الله؟ نبی علیه الصلات و السلام در گفتگو با کلانای قریش مصروف بود. در اینجا نیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیکو بود، یعنی پیغمبر ایرا ترجیح داد که با کلانای قریش و با کلانای مشرکین صحبت بکند تا اگر باشد که اونها مسلمان شوند. و عبدالله ابن ام مکتوم می شود یک ساعت بعد، می شود فردا، دیگه فردا از ما چیز بشنوه، ولی الله گفت نه، عبس و تولا. الله سبحانه و تعالی از فوق آسمان های هفتگانه پیام روان میکنه و حبیب خود را و رسول خود را، رسول صلی الله علیه و سلم، ملامت میکنه. چی؟ به این معنا، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما دم حاضر کار داریم، الان ابن ام مکتوم به مراتب و به هزاران درجه فضیلت داره، بالای ابو جهل و بالای ابی ابن خلف و غیره و غیره. پس اسلام اگر اونا می آورن و یا نمی آورن، ولی الان عبدالله ابن ام مکتوم به نزد ما فضیلت داره. نباید که در نمی لحظه ای که عبدالله می آید تو از او روگردان شوی، نباید در مقابل عبدالله رویت را ترش کنی و پشانیت را ترش کنی. نه، بگذار کفار را، اونا به نزد ما ارزش نداره، به عبدالله ابن ام مکتوم توجه بکن. ای خودش ای را می رسانه که اسلام به تقوا، اسلام به عمل، اسلام به ایمان ارزش میده و عوامل قوت در میان مسلمانان ایمان و اسلام هست. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.